بین بچه های ویجیلند کدوممون بیشتر از همه آهنگای فارسی رو میشناسیم؟ بریم ببینیم. سلام بچه ها، من ساحلم. امروز اومدم ویجیلند که یه چالش جالب برای بچه ها برگزار کنم. میخوام ببینم کدوم یکی از بچه ها بیشتر از بقیه موزیکای فارسی و ایرانی رو بلده. آره جای اشتباهی هم اومدی. قرار بود این ویجی کویز باشه اول، ولی نهایتاً تصمیم گرفتیم که از ساحل دعوت کنیم که بیاد و از ما تست بگیره، ببینیم چقدر بلدیم واقعا. خب بریم سراغ مسابقه. مسابقمون 4 تا کاتگوری داره: شاد، ترند، غمگین و عاشقانه، و 4 تا لول: آسون، متوسط، سخت و خیلی سخت، که بچه ها میتونن توی هر کدوم از لول ها یک کدوم از کاتگوری ها رو انتخاب کنن. کمک هم داریم؟ آره 3 تا کمک داریم. محمد حسین یکیشه، اینجا پشت دوربین. یه گزینه تلفنی داریم که اگر کسی رو داشته باشی که فکر کنی میتونی بهش زنگ بزنی، میتونی باهاش تماس بگیری. و برای سوال خیلی سختمون هم گزینه 3 گزینه‌ای داریم، ولی 3 گزینه فقط میتونی تو سوال خیلی سخت استفاده کنی. اوکی حل. خب مریم، من کاتگوریایی که گفتم، یعنی شاد و غمگین و ترند و عاشقانه، کدوم انتخاب می‌کنی برای سوال آسونت؟ سلطان غم. آره غمگین. خیلی آسونه به نظرم. آهنگ لول آسان شما آهنگ بی احساس است از آقای شادمهر عقیلی. شنیدی تا حالا؟ آره فکر کنم. جا که باشی میام سایه به سایه، منم بشکردم. بعد بگید مریم بلد نیست. بریم. دست کم گرفت. الان چند وقته که دوری، رفتی از پیشم، به هم گفتی که مجبوری، چی میشه واسه در و دیوار این خونه میریزه. چه نمیاد؟ صبر کن. اینا رو یادم میمونه، یکی یکی میشینم، ماجرای خاطره هامونو میبینم، فاصلم از تو چه دوره، مریم از تو چه دوره، بی احساس. خب دیدی گفتم ته این رابطه بمبسته. چه اسنپ راننده خیلی رو گوش میکنه. آره توجیه، یه بار تو اسنپ گوش داده و یه بارم تو کافه گوش داده. میتونه کامل بخونه. الان مریم 150,000 تومان برنده شده، میتونی 1,000,000 تا ته مسابقه ببری. 600 تومن هم نقطه امنته، که ولی به نظر من خیلی سخت انتخاب. مرحله بعدیت X2 میشه، یعنی دو برابر این مرحله. الان 150 تومن داری، مرحله بعدی میشه 300 تومن، بعد مرحله بعدش میشه 600 تومن و همینجوری میره بالا. اوکی. بریم سراغ لول متوسط. لول متوسط این شکلیه که تو یه بیتو داری، مصرع اولشو بهت میدیم و مصرع دومشو ازت میخوام. حله. موزیکشو قطعاً شنیدی؟ یعنی من فکر نمی‌کنم هیچ کس تا الان تو این اتاق وجود داشته باشه که این موزیکو نشنیده باشه. اسمش چیه؟ اسم موزیک؟ موزیک پرواز از آریان بند. ولی همدم ستاره هاش. بچه شما تصویر امینم فن سنگین رو دارید میبینید. خیلی بچه گونه برد نیستن با هم بسازی زندگی رو عاشقا کن. مادتاره پر میگیریم تو اوج آسمونا. مریم 300,000 تومان بردی، به تبریک میگم. سال بعدی سال سختمونه که میشه سال 600,000 تومانی در واقع. و مدلش هم اینجوریه که ما بیت کامل رو ازت میخوایم، ولی یه سری کلمه بهت میدیم که تو باید بین اون کلمه ها بیت رو میتونی بچینی. اگه خب بلد باشی موزیکو، که با این وضعیت که من میبینم قطعا موزیکو حفظی و از اول میخونی، ولی اگه بلد نباشی یه سری کلمه داری که میتونی کلمه ها رو بچینی و بیت رو در بیاری. برای لول سختت بین کاتگوریات کدوم انتخاب میکنی؟ چیا بودن؟ شاد رو میتونی انتخاب کنی و ترند، این دوتا مونده. شاد. قصه عشق ابیه موزیک شادت. خواب نرسه به تو میخوام مهتاب. این آقای وفا نجات این چی نیروی استخدام کردی که همه خودش میگفت فقط فارسی گوش نمیده؟ قبلا میگفت من امینه فقط گوش میدم. رپ گاد میخونه. مولتی فانکشنال هم میخونه. راست عاشقت بودن عشق منه، اینو قلبم فریاد میزنه.
اینا همه کلمه های بیته؟ بله. میتونی بله میتونی کمک کارت استفاده کنی. خب محمد حسین کمک کن لطفا. میگه که عاشقت بودن عشق منه، اینو قلبم فریاد میزنه. خب و در ادامه داستان در نتیجه فعل چی میشه؟ نه شدنه. چی شدنه؟ مستی شدنه، عاشق شدنه. خب اوکی، عاشق شدنه در نظر داشته باش. تو وقتی عاشق میشی دعوت میشه تو رابطه اینا چیکار میکنی؟ صدا گریه، باریکلا گریه مستی. خب صدای گریه یه مستی داره، صدام صدای عاشق شدنه. نه یه چیزو جا گذاشتی دیگه، واقعا نمیگیری. یه بار دیگه نگاه کن. آها گریه این صدای عاشق شدنه. دوباره بریم از اول. گریه یه مستی داره صدام، این صدای عاشق شدنه. آها دست بزنیم. 150,000 تومن دیگه پلی کن شایان. تبریک میگم. مرسی. ولی چون که از هینتت کمک گرفتی 100 تومن کم شد. الان 600 تومن زیاده. زیاد کمک. نه 600 تومنه و 100 تومنش کم شد، الان 500 تومن داری. اوکی. بریم برای خیلی سخت یا گیو اپ می‌کنی؟ خیلی سختت هم فقط میتونه ترند باشه. متاسفانه. چون بغیر انتخاب کردی. اسم کنم این ریسکو میگیره. ریسکو بپذیره. بله ریسکو بپذیره. دست خورای بلند. تو لول خیلی سخت نه کلمه داره، نه جا خالی داره، نه مصرع اولو داره. کل بیتو باید بگی بدون هیچی و میتونم الان برم. ندیدی انتخاب کردم. و هینتش هم فقط سه گزینه ایه. یعنی اگر بخوای هینت بگیری فقط سه تا گزینه بهت میدیم، بین اون گزینه‌ها باید انتخاب کنی. موزیک شما موزیک پا قدم آقای علیرضا طلیسچیه. اینا سبق اصلا ورژن خوش خوبه. ولی فکر تو سر من بود، شب میشه نبودت منو این ترسون بم که جداشیم که من خسته ترینم پریشون شده بودم. حجتی با صدای منم اینو بخون. من پسندینم ات از دور و دلم رفته از اون شب. نه نمیدونم آقا. همشو میبازی یا مریم؟ آیا قراره 1,000,000 کامل به بازی؟ میتونی هینت بگیری. از کی؟ از من. فقط سه تا گزینه داری. اوکی. شدم از همه غافل ولی رو تو حواس جمع. شدم از همه غافل، شدم رو تو حواس جمع. شدم از همه غافل، نیستم بی تو حواس جمع. گزینه اول و دوم یه بار دیگه میخونی. بله. شدم از همه غافل ولی رو تو حواس جمع. شدم از همه غافل، شدم رو تو حواس جمع. گزینه یک باختم. آره گزینه دو بود. چرا دوبار شدم و تکرار میکنه؟ با تشکر از آقای علیرضا طلیسچی که نذاش مریم 1,000,000 ببره. طلیسچی بدم میومد. آره معلوم بود از اینکه کلا آهنگشو حفظ بود. مشخصه که حفظ بود. خب بابا این استوری باز میکنی میره تو صورتت. ساس کاک چاری بریم سراغ شرکت کننده. بعدی. دیدی چجوریه؟ بله بفهم. لول از لول آسون شروع میکنیم. لول آسونمون این شکلیه که بیتو بهت میدیم، فقط دو تا توش جای خالی داره، تو بعد جای خالی‌ها رو پر بکنیم. خب چهار تا کاتگوری هم که دیدی داریم. شاد، غمگین، عاشقانه، ترند. با کدوم شروع میکنی؟ اون آهنگای شاد و فلان و بیسار و اینا نمیتونه مثلا ترندم باشه، چون من حافظه ماهیگلی دارم. بعد نه دیگه آقای وقت اوکی ترند نه. با ترند شروع میکنیم. حداقل 150 تومن یه لول داشته. 150 تومن داشته باشم. آهنگ ترند شما آهنگ دل هستش. از ترندا رو نمیگیم از کیان، چون یکم محسن من اینم بلد نیستم. منم بلد نیستم. ای عاشق شده این دل بگو تو که من همیشه ای عاشق شده این دل بگو تو بگو تو میرسی که که من همیشه خوبمو مشتی و پست و که من همیشه پستم. ببین موزیک با این شروع شد که وایسا تلخم که من همیشه مستم. آها باریکلا باریکلا بعدم توی دیوار نیستم. از لبه تیغ رد شدی اگه اینو نمیگفتی. درست بود جفتش که من همیشه مستم.
تبریک میگم 150,000 تومان بردی. قربونت برم. بریم سراغ کاتگوری متوسط. کدوم انتخاب می‌کنی؟ عاشقانه. میدونید چون تخصصمه. اصلا همه آهنگای عاشقانه رو همه رو بلدم. ببین این فقط اسم خواننده رو بشنوی فکر کنم تعجب کنی همین. اسم خواننده رو بشنوی. ما برای شما موزیک زده بارون از مسعود صادقی. بابا محسن هم که شبا زیر پتو مسعود بلده. زده بارون به اون صورت نازه ماه ریز شدن موهای صافت در زبون دارم دل به دریا مگه نمیزد نه بعدش اون تشه مسته چشمات میشم ساکت میشینم دل به دل را داره جذابی عشقم آرزومینه باشی جلو چشمم درست گفتم باشی جلو چشمم بعدش چیه دل به دریا زده ام عاشقم عشقم اینجوری نکم و دلم هی نزن چشمک درست گفتم باورم نمیشه باورم نمیشه بناسم آقای وفانش من فقط از دو بچه گیر میدی تبریک میگم 300,000 تومان باریکلا 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 بدون هیچ چیزی بدون هیچ کمکی 150 قبلی با 300 این شد 450 150 ضرب در 2 شد 300 اوکی موزیک سختت این مدلیه که باید بیت کاملو بگی ولی یه سری کلمه داری میتونی با کلمه ها بری دو تا کاتگوری هم میتونی بینش انتخاب کنی دیگه بین شاد و غمگین بعد انتخاب کنی کدوم انتخاب میکنی شاد من اصلا آدم غمگین نیستم ببین موزیک شادت بهترین موزیکیه که کلا توی این سری گذاشتیم موزیک شاد خب اوکی موزیک شادی که برات انتخاب کردیم بهتره شاید شنیده باشی قطعا خیلی معروفه دیگه آره بابا آقا سعید آسایشو میشناسی عشق تو دروغ بود دایرم باریکلا نه لا این آهنگ نیست اینا دلم دوباره شده اون آهنگش نیست یکی از آهنگای دیگه شه همونه نه اون نیست آهنگ مهد کودکه چشمای سیاه نداره اصلا مچ نمیشه با این تو دل من عاشقی تو دل من بلای جون باز این شده ولوله قشنگ گفتم اصلا ببین یه جورایی شبیه بود یه جوری راه نماییت کنم همیشه از آخر بیا چون الان ریتم از آخر داری تو قلب من عاشقی شده نه تو قلب من درست گفتم تو قلب من درسته تو قلب منو داشته باش تو قلب من باز ولوله شده نه ببین ولوله آخره محسن ولی تو قلب من درسته آره تو قلب من باز شده ولوله عاشقی عاشقی بلای جون من شده نه این دله اینو مگه استفاده کردم نه تو قلب من باز شده ولوله عاشقی بلای جون این دله این دله درست گفتم درست ولی گفتم. ما 100 تومن به خاطر کمک محمد حسین از شما کم میکنیم خیلی کار خوبی میکنیم من خواستم بگم جایزه‌شو نمیگیرم ولی میشه برم بعدی به همینم راضی بود نه چون استفاده نکردی کمک دیگه کمک برات باشه باشه حالا من بعدی استفاده میکنم حتما کمک میریم سراغ لول خیلی سخت و از کاتگوریت فقط غمگین مونده غمگین مونده جایزت هم چون 600 تومنت متاسفانه 100 تومن کم شد به خاطر کمک محمد الان اگه اینو بگی میشه یه تومن حله بریم موزیکی که برای شما در نظر گرفتیم خیلی زیباست یه فیت به یاد ماندنی از محسن یگانه و محسن چاوشیه ترکیب دو محسن و محسن داشتی ها الان میام برای محسن و برمانجات در نظر گرفتیم هم بگیره دامن تو نگو بی خبری بپرس نگو بی خبری نمیدونم آه من گزینه یه تماس میخوام به کی میخوای زنگ بزنی؟ تماس میخوام بگم به کی میخوای زنگ بزنی؟ خب بر من مهمه حالا به یکی میخوام زنگ بزنم یکی از که میدونم بلده زنگ بزن یعنی کی میتونه باشه پشت خط؟ باید جواب بدید نه نمیخوام چرا باید جواب بدید نمیخوام به من زنگ بزن زنگ زدم باید جواب بدید ای مثل که جواب ندادم بچه ها خب بریم به نفر بعدی زنگ بزنیم این نزدیکترین کسی که شاید بدونه شاید آی به توی سلام حالا چطور خوبی روی میکروفون هستی شما
روی ایری. آره روی ایر هستین شما. یه آهنگیه که من با استفاده از تماس تلفنی نمیدونم چرا حس کردم شاید تو ممکنه بلد باشی. یه مصرعی میخونم یا میتونی موزیکا برات پخش کنیم، تو بعد مصرع بعدی به من بگی. و همون آهنگ محسن یگانه و محسن چاوشیه که هزار سال پیش خوندن، نشکندلمو نگو نمیدونی نگو اونه. بعد قسمت چیزی که باید تو بگی نگو بی خبری، بعد این ورسو یگانه میخونه نگو نمیدونی دلم پر از یه نفیل سین سوز، بعد ورس بعدی دوباره چاوشی میگه نگو بی خبری، بعد بعدش محسن مخانه جان بخونه، بعدش یگانه چی میگه که من بگم دلم پر از دمه دل نه شب و روز. خیلی نزدیکی ولی نه چی نمونم به درک نزدیکی. بگو من امتیاز میگیرم، تقسیم میکنم با ترشی بگیرم. نه نمیتونی 30 ثانیه بیشتر وقت نداری. نه 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 همین یه مصرع رو بگو. نگو بی خبری بعدش چی؟ خب دیگه گفتی دیگه، گفت نگو بلد نبودم. بله گفت. ببین خب خیلی قسمت سختشو گذاشت، واقعا نامردی کردین سر این قضیه، خیلی سخت بود. کجاش سخت بود؟ باشه قبوله، باختم. بله متاسفانه بچه‌ها باختم. میتونستیم 500 500 تقسیم کنیم. اینا رو میبینی اینا مال تو نیست. بیا متشکرم آقای بهتوی، ممنون از شما. آقا رضا اینو بگم که ما وقتی داشتیم مسابقه رو طراحی می‌کردیم، من برنده ذهنی مطمئن بودم که آقا رضا می‌بره، برای همین خیلی سوالا رو برات قشنگ طراحی کردم. میریم سراغ لول آسون. آسون این شکلیه که ما یه بیت داریم، توی بیت دو تا جا خالی داریم که تو بعد جا خالی ها رو پر کنی. کدوم کاتگوری رو انتخاب می‌کنی؟ غمگین رو بذار اول تموم کنیم بره، چون آدم غمگینی هستی. خب موزیک غمگین تو موزیک همگناه هست، سوگنده با تحریر بخون. تحریر صدامش نمیرسه. تو اون دوری بخون. نه حرفایی که تو سینه دارم همه شجن من از فیلم بگیرم چقدر دارم. کجاش میرسه؟ ای هم گناه من، ای هم گناه من، قبر زدن انگار عشقمو از ریشه، این خونه بعد از تو شکل قفس میشه. ماشاءالله باریکلا باریکلا. بریم گوش کنیم. ریشه چه تو حس رفته تو حس موزیک رانندگی آوردی. شکل قفس میشه، شکل قفس میشه. یه لحظه فکر کردم به جای شریاد نره کاراوکی است. آقا رضا قشنگ رفته تو حس. تو حس خوش فرمون داره. خب آقا رضا 150 تومن بردی، تبریک میگم. میتونم کشت کنم برم؟ نه بشه اوضاع خراب. 150 تومن میخواید بریم سراغ متوسط. بریم اوکی. لول متوسط یه بیته که ما مصرع اولشو بهت میدیم، مصرع دومشو ازت میخوام. اوکی کدوم کاتگوری؟ یه ذره شاد. شاد؟ سلطان موزیک شاد کیه؟ اینم حد ستا میخوام بدونم. میخوای اندی بشنوی از هم؟ میخوای کروس بشنوی؟ نه استاد سندی؟ استاد گیتارش یادش میرفت. شهرام شبپره. این یکی دیگه بود. بچه های پشت سهنه ما یه دونه استاد بیشم نداریم. من استاد شمایزاده است از نظر من. نه شهرام شبپره. هیچ کدوم از اون سرش اتفاق نظرم نداشت، هر کی یه چیز میگفت. من جوابو گفتم و نشنید. عمرن هیچ ایده ای ندارم. کمک بگیریم از نه ببین میگه که اگه تو محسن خیلی تاکید داشت که گوش داده. آره بابا اینا مال بعد دوران بچگی ماست. اگه درست کمک میکنی انتخابت کنم. آره کمک میکنم. آره میگه اگه تو دستتو بدی تو دستم، این
قسمت دوم مصرع اول نمیخونم، مصرع دوم برات میخونم. جونمو نخوری دروغی قسم، قربونت میشم من برات میمیرم. من برات میمیرم. مگه نشنیده اینو؟ پس یه روزی ایده ای ندارم چه کوفتی. من نگاه کن، اگه تو دستتو بدی تو دستم، بعد اجازه بدی که من تو به وصال برسیم. یه روزی اگه بذاری، آها، اگه بیای و بذاری دستتو تو دستم. اگه... نه اینو که داری، اونا که داری نگاه کن. اگه تو دستتو بدی تو دستم، حالا یه کاری بکنی، یه روزی اجازه بدی که ما به وصال برسیم. اگه بذاری، اگه بذاری شوکه. آره اگه بذاری به تو برسم. آها پشمام چطوری ده؟ کورسش تو ذهنم ولی واقعا تا حالا اینو گوش نداده. باورم نمیشه. اصلا گوش نداده. با 300 تومن میبردی ولی به خاطر هینتی که گرفتی شد 200 تومن. اوکی میتونم کشم. نه بشین رضا. چقدر رضا اگه قبول لازم بود. خب رضا میرسیم به لول سخت. دو تا کاتگوری برات مونده. عاشقانه و ترند. کدوم انتخاب میکنی؟ ترند اونایی هن که اینستاگرامو باز میکنی میخورد تو صورتت. حتما خوراک خودت. ترند داره قبلی هم همینو گفتید. خب نه این واقعا خوراک خوبی ازم ندارید. چرا داریم اینو ببین تمام پستای بود اصلا تمام پستای اینستای که تو زیرشون لایک میکنی اینا. بچا من نمیخوام آهنگ ترندو معرفی کنم، میخوام پلی کنم. رضا بگو چشاتو تر نکنین بعد ما دیگه کسی سمتش نیاد، ریششو خوش نکنی، نفسمو تر بارونو خبر نکنید بعد من. اولش که معلومه بعد من. آره اگه دلش تنگ بشه زیاد، تنگ میشه زیاد. آها منو صدا بزن. آها ماشاءالله. چرا کلشو حفظ بودم به جز این؟ بسر واقعا لجند. دیدی گفتم اینو بلدی؟ بدون شک. زبدر 2400,000 تومن. موزیک بعدی رو قطعا بلدی و فقط مطمئنم بین اینجا هم تو میتونی بخونیش. بنیامین آهای تو. خب بخون برامون رضا. خیلی حدودی تو ذهنمه. وای وای اینجاش استوب میشه؟ کلیت نه؟ تو رو من تو رو خود خدا میدونه که من تو رو دوست دارم. نه دیگه یه جا انداختی. نه اون مال بیت دومشه. نه اولش درست یه نجا انداختی ولی یه نجا انداختی. بازم یه دونه از اینا درخت و برگشتی ها داره. تو رو من تو رو تو رو خدا خود خدا میدونه که من تو رو تو رو من تو رو درسته دیگه برو. تو رو من تو رو دوست دارم. بابا باریکلا باریکلا بچه های پشت صحنه ریخته و میدونستم خدا خود من تو رو برده بزا برده الان میتونم برم بزا پولو رو برده جمع کن برم شابا شاری. دیدین گفتم که من میتونم برنده رو حدس بزنم و برنده رضا شناخت. ببین آقا ما یه میلیون تا الان هزینه کردیم واسه شما. برده با عشق برده با عشق برده پاشو خوشحال داره جمع میکنه پولاتو. شما یه لحظه نگه کجا؟ آقای شایی پسند درود بر شما. درود بر شما. درود بر شما شایان. برای لول آسونت که دوتا جا خالیه بین بله. کتگوریات که شاد و غمگین و عاشقانه و ترنده کدوم انتخاب میکنی؟ با شاد شروع میکنم برعکس بچه ها. من آدم غمگینی هم میذارم برای آخر. یکی از موزیکای خیلی لجنده اینم جون خودت از بلک کتس. گوش کن می‌بینی گوش کن دد 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 یه روی خوششون نمیدی منو میکشی با این دلبری امون از اون چشات برا کن هم از این برا گذری دلو هر جا بخوای میبری یه روی خوشنشون نمیدی منو میکشی با این دلبری ماشالله باریکالا ایزی
150,000 تومان. سلامت باش. مبارکت باشه. قربانش. قوی وارد شدی. برسون نصفش. باش. قربونت. ببین الان گفتی اون درسونه همه میفهمن. آروم برسون. خب برای لول متوسط که مصرع دو رو باید بگی. بله. عاشقانه غمگین ترند. بنده با ترند جلو میره. آقا من اینا گوش نمیدم. بگی برسه به دادم دلمو به یکی دادم از خوبای روزگاره عاشق من نمیم یا فیارم یا سفرهای دوتایی یکی من باشه خدایی با هیشگی نمیخنده چه صاف و یه رنگه عشق منه این آقا هشمام داره فریاد میزنه توی هر کاری بگی عین منه هی چپ میره هی راست میره همش دل میبره یه همچین چیزی بود آره 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 هی نداره چپ ها راست میره هی دل میبره نه نه چپ میره راست میره هی دل میبره ماشالله ببرلی هیل قوی ظاهر شده آقای وفا نژاد چشمت روشن ما متوجه شدیم شما تو ماشینتون چی گوش میدیم خیر چقدر بنده بردم؟ در حال حاضر 300,000 تومان میریم برای لول سخت. لول سختمون دیت کامل آزاد میخوایم ولی یه سری کلمه پراکنده داری که میتونی استفاده کنی. چه ژانرهایی مونده؟ عاشقانه و غمگین. بنده غمگینم. ببین شاید موزیک غمگینت واقعا سخته و من فکر میکنم که قراره ازش آسمان ابری از همایون شجریان. خود همایون شجریان تو ناراحتی ها شادمهر گوش میده. خودش این آهنگش رو یادش نیست. یادش میاد ساخته. بفرمایید پلی کنید. این آهنگ سریال بود. بله. یادم نمیاد چه سریال. جدی من یادم نمیاد اینو ولی از اونجایی که همایون شجریانه و حالا ما یه سری کلمه به هم ریخته داریم ببین قبلشو بذار یه بار دیگه بعد بخوام بگم آره. وقتی داری کلمه رو می‌بینی کجای این شب هجران کجای این همه راهی پس آخریش چی میتونه باشه دریچه نگاه داریم آها آفرین دریچه نگاه نه 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 نداریم ببخشید نمیرسم اولش نمیرسم درسته مصرع دوم آخرش نمیرسم اولش نمیرسم که از دریچه که از دریچه چشمت نمیرسم به نگاهی چجوری گفتی؟ چون منطقی ترین شاعر تو بین تمام این خواننده هایی که تو انتخاب کردی همایون شجریانه ما حسین بهش رسوندی من نشم نمیدیدم خیلی محسن نشم صحبت میکرد تموم شد برای شما فقط خیلی سخت مونده و یه دونه موزیک من کل از اون که محمد حسین کار خاصی نکرد دیگه الان قبول کردی من 600 تومن الان نیازی داشتی من فقط همراهی کردم یکی برسه به دادم و با هم بخونیم شد اونو که اصلا ما سفرهای دوتایی و اصلا آره سفرهای دوتایی ما سفرهای کیش رو با هم دیگه دوتایی رفته بودیم آره چیزا شاید لینکشو میذارم این بالا این بالا سفرهای دوتایی محمد حسین شاید فقط عاشقانه رو داریم بفهمه قربانش از احسان خواجه امیری چیزی گوش داری تو زندگیت خیلی خفنه ولی نه نابردرنج احسان خواجه امیری رو داریم البته خوبیش اینه که شما سه تا گزینه میتونی داشته باشی اگه موزیکو بلد نبودی و میتونه هیت تیم باشه قطعا استفاده میکنم چون بریم آره اینا من برام هیچ حسی شبیه تو نیست وای نگیر آرامشم همین از خمام حجت رو فیس شیان زوم کن کنارت نفس میکشم حجت رو فیس شیان زوم کن چی میگی؟ چی با حجت دارا کن هیچ حسی شبیه تو نیست تو پایان هر جست و جوی منی سه تا گزینه رو بده تا آبرون نرفته هیچی گزینه یک بودن کنارت خود آرامشه تو زیباترین آرزوی منی گزینه ولی حالا برو دو گزینه دو خندیدنت اوج آرامشه تو زیباترین آرزوی منی
همین دوتا رو داری. خب گزینه 3 تماشای تو عین آرامشه تو زیباترین آرزوی منی. گفتی بودنت، خندیدنت، بودن کنارت، خندیدنت، تماشا. بعد جستجو باید بودن باشه دیگه. اگر چیز دیگه ای تو نوشتی، البته استاد اگر چیز دیگه ای نوشتی نه نظر بنده منطقی نیست. اومدیم و جستجو کرد و پیدا نکرد چی میشه؟ من بودن انتخاب میکنم. آخه تو زیباترین آرزو. خسته نباشی. متاسفم شاید. آقای وفانجا نظر شما درسته؟ واقعا نظر شما درسته؟ بچه ها اگه این ویدیو خوب بازخورد بگیره برای مسابقه بعدی میتونیم یه کاری بکنیم که به انتخاب خود بچه ها توی کامنت ها یه نفر هم اندازه اونی که اینجا میاد میشینه جایزه میگیره یه جایزه هم به یکی از بچه ها بدیم. ایول خیلی حال میده. اگه دوست داشتین که دیگه برای این اون بفرستین. خدافظی. خدافظ.